Thank you very much, brother. That's so beautiful. واقعا بی اندازه مقبول بود در دل ما نشست. کاش که وقت زیادتر می بود که بیشتر بشنید. وقت نماز عصر است. آذان داده می شود و از برادران خواهش می کنیم که از این دروازه به سالون معراج تشریف ببرن و خواهران از اون دروازه طرف دست راست ما به معراج تشریف ببرن و نماز و جماعت ادا می کنیم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول دکتر صف فخرندسا فیزانی لطف کردن پنج دقیقه هم برای ما وقت دادن که خدمت شما تا بشینیم و می فرصت چند کلمه ورز برسانم. کنفرانس امروز کنفرانس رحمت للعالمین است. الله به مهربان
می فرمایند و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. چه زیبا است. و ای پیامبر، تو را جز رحمت برای جهانیان نفرستاده. حضرت سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم توفه بزرگ است از طرف الله سبحانه و تعالی برای بشریت. همچنان که میگوییم الحمدلله رب العالمین، خدای یگانه، الله مهربان، رب عالمیان است. حضرت سرور کائنات رحمت للعالمین هستند، رحمتی برای همه. این کنفرانس به همین منظور گرفته شده است. دشمنان اسلام سعی و کوشش دارند و دوستان کمخرد مسلمان میخواهند حضرت سرور کائنات را و دین اسلام را، دین شمشیر، جنگ، کشت و خون تمثیل کنند. شنیدیم چند وقت پیش در دنمارک کارتون های رسم کرده بودند و خدای عزوجل او اشخاص را به جزای اعمالشان رساند. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را یکی از علما شخصیتشان را و خصوصیاتشان را به سه کلمه که یک جهان مفهوم دارد، که آن حضرت رحمت بودند، محبت بودند و عبادت. رحمتشان برای همه بود، مسلمان و کافر، حیوانات، هر موجودی. و در قضاوت که مولوی صف شهاب روشنی انداختن، هر وقت در قضاوت بوده به حیوان حتی ظلم نشده، برای به درخت ها، به خانه ها و به هیچ چیزی ظلم نشده. همین چند روز پیش در برنامه تلویزیونی عکس بسیار زیبایی از دارالامان را نشان دادن و بعد از این واقعات عکس دارالامان را، واقعا از او دارالامان زیبا، تابعی و ایرانی. این جنگ است، این خونریزی است. آن حضرت به دشمنان خود، آنهایی که برایشان ظلم کرده بودند، داستان یک یهودی شما شنیدین اما بی جا نخواهد بود آن را تکرارن ببین. یهودی که بر سرشان خاکروبه ها را می انداخت، یهودی که همیشه ناسزا می گفت، کلمات زشت استعمال می کرد. آن حضرت روزی از آن کوچه گذشتند و صدای آن یهودی بلند نبود. برای صحابه گفتند که در اینجا آشنایی داشتیم، رفیقی داشتیم. آن حضرت نگفتند که او آدم بدی بود یا کلمات زشت استعمال کنند. رفیقی و آشنایی، صدایش بلند نیست، چه خبر است؟ فهمیدم که بیمار است و صدایش بلند نمی شود. اجازه خواستند و رفتند از آن یهودی که خاکروبه بر سرشان می انداخت و ناسزا می گفت عیادت کردند و از او پرسیدند احوالش و کمک خواسته باشد. یهودی وقتی این حالت را دید که خودش چقدر ظلم و ستم کرده است به سر مسلمانان و اینها چقدر با رحم و با شفقت و با محبت هستند، پرسید که چی بگویم، چطور میتوانم مسلمان شوم؟ و در آنجا گفت لا اله الا الله محمد رسول الله. در فتح مکه که شما میدانید پیش از او در مکه چه ظلم هایی نبود که بر سر آن حضرت نکردند، بیترین دوستانشان را، پیروانشان را از بین بردند. حضرت بلال را چارمیخ میکشیدند در گرمای 100 تا 120 درجه حرارت. بی بی سمیه را در پیش کعبه ابوجهل آورد و گفت از دین اسلام برگرد. او متیقین بود که همین راه است و میگفت لا اله الا الله محمد رسول الله.
و ابو جهل نیزه را بر سینهشان فرو برد و اولین زن شهید در اسلام. روحش شاد باد. امروز میگویند دین اسلام دین ظلم و ستم و جنگ و خون ریزی است. ما خون و خون ریزی را در جهان دیدیم. در تمام دوران 23 سال از غار حرا که اقرب اسم ربک الذی نازل شد برای آن حضرت تا خطبه ودا 23 سال بعد، در تمام این دوران، در تمام غزوات کمتر از 2000 نفر کشته شده است در تمام 23 سال. اما بیاین در جهان امروز را ببینید. در جنگ دوم جهانی از 1939 تا 1945 بیش از 61 میلیون انسان کشته شده. در همین افغانستان خود را ببینید، در 10 سال دوری جهاد 2 میلیون انسان شهید شدند. من فکر نمی کنم در این سالون کسی باشد که دلش داغدار نباشد. همین ماه هوت است. سه هوت کابل را بیاد خود بیاورید که به سینه های خواهران ما، دختران مکتب کارتوس رها کردن. 24 هوت هرات را بیاد بیاورید. در یک روز نزدیک به 30,000 نفر کشته شدند. این خون و خون ریزی هست. 3 دقیقه دیگه ما وقت دادن. هدف از این کنفرانس همیست که ما بدن ما آن ارتباط را پس قایم کنیم با حضرت سرور کائنات، با اعمالشان، با کردارشان، با گفتارشان، که چیز غیر از راه خدا دیگه چیزی نیست، غیر از قرآن عظیم الشان دیگه چیزی نیست. این پیوست را باید ما داشته باشیم، از آن حضرت باید بیاموزیم. نه که جشن بگیریم مثل برشان و ایگپا، خوب است جمع میشویم به اتحاد و اتفاق. از این سالون که بیرون شدیم ما باید بدانیم که پیغمبر ما کی بود، چه کارهایی کرده بود، چه خصوصیاتی داشت، شخصیتشان چی بود، و آن را در زندگی خود پیاده بسازیم. اسلام، پیشرفت اسلام یکی به شخصیت حضرت سرور کائنات و صحابه کرام و اهل بیت پیغمبر خدا بوده است که در راه خدا روان بودند. ما باید نمونه و سمبول باشیم تا در این ملکی که ما آمدیم که ادیان دیگر است، ما را ببینند و بگویند واه واه چی خوب مردمی هستند اینا. به این ترتیب به دین اسلام می آیند. همچنان که سرور کائنات به سر یهودی رفتن، برایش تبلیغ دین اسلام در آنجا نکردن، همان خودشان بودن. قرآنی که در روی زمین راه می رود و یهودی که دید این خصوصیات رو دید مسلمان شد. ما و شما می توانیم همان راه را تعقیب کنیم و مردم را گرویده شخصیت و کرکتر خود بسازیم و به دین اسلام الحمدلله امروز 1.3 میلیون انسان در روی زمین میگویند لا اله الا الله محمد رسول الله. حضرت پیغمبر خدا به صحابه و به اهل بیت رساندن و علما در 1400 سال. امروز نوبت من است، نوبت شماست، نوبت هر کدام ماست که در این راه قیام کنیم، حرکت کنیم، جد و جهد کنیم و زندگی خود را وقف دینی کنیم که آبرو و عزتی برای دنیا خواهد بود. از خواهرم که برای من وقت دادن بسیار تشکر میکنم. خدا کنه که سخنان من وقت برنامه شما زیاد نگرفته باشه. تشکر که گوش کردیم و بعد از من چند سخنران دیگر هستند و دوستانی که خواهر ما معرفی میکنم انشاءالله. بسیار تشکر لطفه. با اظهار سپاس از برادر دانشمند دکتر صیب شعیب مجددی، امیدوار هستم این دفعه اسمتان را مکمل گفته باشم. به هر حال همه آرزو دارن که در وصف این شخصیت بزرگ والیشان صحبت بکنن، مگر فرصت تنگ است. از حضرت علی کرم الله وجهه روایت است که فرمود رسول علیه السلام بخیل کسی است که نام من پیش او برده شود و او بر من درود نفرستد. پس بنان از شما حضار گرامی خواهشمند هستیم وقتی که نام حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته میشن به قلبتان درود بگوین. و حدیث دیگه است که اگر یک بار درود شما میگین 10 بار خداوند متعال به شما رحمت نازل میکنه. سخنان بعدی ما
دانشمند فاضل برادر گرانمایه دکتر صاحب دانشور است. البته اونا پیرامون اخلاق حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم با خانوادهشون صحبت خواهد داشتن. از محترم دکتر صاحب دانشور تقاضا به عمل میریم تا روی استیج تشریف بیارن. تشکر از خواهر بسیار گرامی. الحمدلله الحمد لله علام الغيوب غفار الذنوب ومفرج الكروب والهادي من الضلالة والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على من أدى الأمانة وبلغ الرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السراج المنير الكاشف لظلمات الجهل والجهالة وعلى آله وأصحابه نباريس الدج النات وقواميس العلوم الزاخرات ومفاتيح غوامز المشكلات وعلى من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. برادران وخوهران بسيار عزيز ومحترم، همين لازمان از جبین مبارک شما احساس می کنم که قلب شما برای محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و برای محبتش می تپد. بدین وسیله سلام و احترامات خود را به شما تقدیم نموده و به کلمه معمولی می گویم که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نمیدانم از کجا شروع کنم. ما را در بحر قرار دادن که بحر بیکران اخلاق سرور کائنات است. در قرآن عظیم الشان در حدود 40 سال خصوصا 40 جای مخصوص به اخلاق و روش پیغمبر اشاره شده، بر علاوه از اینکه در بسیاری جاهای دیگر در مسائل دیگر هم گفته شده، اما یک آیه از کلام باری را خدمت شما به قرائت می رسانم که خداوند می فرماید درباره این حبیب خود که انک لعلی خلق عظیم. واه واه، چه تعریفی است از طرف باری بزرگوار برای حبیب خود. از این بهتر چی باشد؟ کلمه حبیب از نظر صرفی صفت مشبهه است بر وزن فعیل. ببخشید که یک کمی حاشیه رفتم. و کلمه حبیب دو معنا را میدهد و یک معنای فاعل را هم میدهد و یک معنای مفعول را هم میدهد. حبیب به معنای دوست دارنده خداوند و حبیب به معنای دوست داشته شده خداوند. از نظر علم سلوک وقتی که ما و شما مطالعه میکنیم، بلندترین مقام مقام محبوب است، از محب بالاتر است. چه جای بهتر که کسی عاشق کسی باشد و او عاشق بگوید که تو دوستم هستی. این بزرگترین مقام است که خداوند برای حبیب خود داده است. اما نظر به توصیه برادرها که باید که موضوع را خلاصه کنیم، اگر اخلاق پیغمبر را کتگوری کنیم، در چندین جهت ما و شما مطالعه کرده می توانیم. در جهت خانواده و در جهت رابطه با مردم، در جهت برخورد با اطفال، در جهت برخورد با غیر مسلمین و در جهت برخورد با غلام ها و خدمه. بعد از وفات و رحلت پیغمبر بزرگوار، ادهی آمدند در دروازه حضرت بی بی عایشه ام المؤمنین، آن کسی که پیغمبر میگوید که شما نصف علم را از این حمیرا بیاموزید، آن فقیه بزرگوار و آن مفتی عامه جهان اسلام، پرسان کردن که یا ام المؤمنین اخلاق پیغمبر چه قسم بود؟ حضرت بی بی عایشه میفرمایند که کان خلقه القرآن، خلق و روش مثل قرآن بود. برای قرآن را مطالعه کنید، آنچه قرآن گفته است اون عمل میکرد. فکر میکنم این کافی باشد.
اما نظر به این که ما در اجتماع الحمدلله میبینین که خواهران ما زیادتر در اینجا تشریف آوردن، ما باید احترامشون رو داشته باشیم. ما فقط میخواهیم که فقط روش حضرت پیغمبر را در خانواده در مقابل زنها خدمت شما فقط به صورت خلاصه به عرض برسانم و خدا کنه که مورد سمع شما قرار بگیره. اولا به صورت عمومی حضرت انس بن مالک در یکی از احادیث می فرماید که خدمت النبی صلی الله علیه و سلم 10 سنین فما قال لی اف ولا لما صنعت ولا الله صنعت. انس بن مالک که طفل خردی بود در نزد پیغمبر خادم می شود و مدت 10 سال اون چون در خردسالگی بود داخل خانه پیغمبر هم کار می کند، در بیرون هم کار می کند، پیغمبر لباس دا کار دارد و به حضور پیغمبر حاضر می سازد، پیغمبر آب وضو کار دارد و حضورشان می آورد، کفشای پیغمبر را در پیش روی پیغمبر می گذارد. او می گوید که من 10 سال خدمت پیغمبر را در داخل خانه و در بیرون کردم، در همین 10 سال برای من پیغمبر نگفته است اوف، و حتی پیغمبر نگفته است که چرا این کار را کردی و نگفته است که چرا این کار واقع شد. ببینید یک خدمه شما دارین در خانه کار میکند، امکان ندارد که در ظرف 10 سال در همین خانه عادی که میگین که به اصطلاح چیزی را چپه نشه از پیشش یا به اصطلاح مسعف نشه و بازم اعصاب شما خراب نشه. این خلق پیغمبر بود و ما نوشتم که 3 دقیقه وقت داریم، ما فقط میخواییم که تماس بگیریم به سر مسائلی که پیغمبر برخوردش با زنها و یا با خواهران مسلمان چه قسم بود. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم به صورت خلاصه میگم که در حتی با خانمها با خانمهای خود مشوره میکردن. یادم از قصه میآید که در کتب و روایات نوشته شده است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در عمره قضا در قرارداد یا ابو صلح حدیبیه در حدیبیه تشریف داشتند. بعدن که کفار اینها را مانع شد که داخل مکه شده نمیتوانند، نظر حکم فقهی و شرعی باید اینا خود حلال میساختن، یعنی گوسفندهای خود را نهر میکردن و سرای خود را میتراشیدن. پیغمبر آمد و بعدن خطاب کرد به خود اصحاب که سرهای خود را بتراشید، گوسفندها و شترهای خود را نهر کنید. اما 2-3 مرتبه این حرف را تکرار کرد، اما اینها نشنیدن. زمانی که نشنیدن حضرت پیغمبر داخل خیمه بی بی ام سلمه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها می شود، می گوید که ام سلمه از چهره پیغمبر درد می کند که چرا پیغمبر یک کم خشمگین است. قصه را برایش می گوید. ام سلمه می گوید که یا رسول الله من برای تو می گویم که این کار را بکن. میگوید ای ام سلمه چی میگویی؟ میگو خودت از خیمه بیرون برو و کسی چیزی را نگوی و چیزی را به کسی نگوی و بعدن سلمان خود را بخواه، اول شطرت را خودت رهر کن و بعدن سلمانت را بخواه و سرت را بتراشد. ببین که این مردم به حرف میکنن یا نه. پیغمبر به مشوره ام سلمه این کار را میکند و تمام اصحاب عمل پیغمبر را تعقیب میکنن و انقدر با هم دیگر شلوغ میکنن که یه حقا برای سرتراشی یکی سر یکی دیگر میزنه و خونشواران میشه. این در مسئله چیست است؟ اما با وجود از اینکه تاکید شده که وقت کم است، اما یک قصه دیگر هم میگم برای شما با اجازه شما، البته اجازه را خواهران میدن. در یک روایت دیگه یعنی روش پیغمبر با خود ازواج مطهرات و خود زنهای مسلمان چی بوده، در اونجا یک حکایتی از انس بن مالک میکنن که حضرت انس بن مالک میگوید که در یک سفری بودم همراه پیغمبر، یک کاروانی بود
و بعدن این کاروان یک تعداد زنهای مسلمان با شترها سوار بودن و در سفر روان بودین. یک غلامی بود نامش انجشه بود و یک غلام سیاهی بود. بعدن در راه روان بودین، این انجشه شروع کرد به سرود خواندن. این سرود خواندن را به اصطلاح عربی خدا میگویند. خدا به معنای سرودهایی که باعث شتاب و رفتن در شترها میشه. شما فکر نکنید که تأثیر موسیقی و خواندن در مردها هست، شترها را هم برعکس بیاورد. به هر صورت و ای شروع کرد به خواندن از این، و البته در خواندن از این شترها میخواستند که بسیار به صورت شتابان حرکت کنند. پیغمبر چون احساس کرد که در این شترها مخدرات و یا مخدرات خود اسلامی ها، خواهرها اونجا سوار هستن در حوده جای خود، مبادا اینا اوگار شوند یا شتر بفتن، پیغمبر چی میگه در مقابل انجشه؟ ویحک یا انجشه رویدک بالقواریر. میگه وای بر تو ای انجشه، باید تو مراعات شیشه ها را بکنی. پیغمبر با زنها را به نام شیشه ها خطاب میکنه، همون قسمی که ما از شیشه ها حفاظت میکنیم، باید همون قسم در مقابل زنها هم رفتار خوب شوه. این سومین اخطار است که ما رسیدیم. با اجازه شما فکر میکنم ما قصه‌های طولانی زیادتری داریم درباره خواهرها، و در همین جا خاتمه بدم. اقول قولی هذا، استغفر الله لی و لکم، ان الله غفور رحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صحبت از زن و مقام و ارزش زن بود. ما از خواهر عزیز خود زکیه کورتاد خواهش میکنم که شعر نعتی دارم طلوع محمد برای ما دکلمه کنم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، نخست بهترین سلام ها و احترامات خود را خدمت حاضرین گرامی و هممیهنان گرامی قدر خیش تقدیم می دارم. خرسند هستم که امشب من نیز در محضر شما قرار دارم و میلاد نبی خدا پیامبر خاتم، پیروزی نور بر ظلمت و علم بر جهالت و محبود معبود یکتا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم را برای هر یک شما تهنیت عرض می دارم. امشب در این محفل که علمای کرام و شخصیت ها، پروفسور ها و دانشمندان و هممیهنان ارجمند ما تشریف دارند، که در قدم نخست از برگزار کنندگان چنین محفل باشکوه ابراز سپاس و امتنان دارم. خدمت شما دوستان عزیز و مردم مهربان خیش عرض می کنم، طوری که جناب شهاب گفتند 1400 سال قبل مردم عرب قبل از ظهور اسلام دختران خود را زنده به گور می کردند، ولی با تأسف صرف امروز در کشور ما افغانستان نام تغییر کرده است. امروز دختران نوبالغ ما به فروش می رسند. امروز زنان ما به اثر نابسامانی ها و ظلمی که بر آنها روا می شود خودشان را آتش می زنند و به کودکان ما تجاوز جنسی صورت می گیرد و بچه های نابالغ را در محافل بزرگان ما می نگریم که می رقصانند و هزاران هزار ناروا در حق ملت ما هر روز تکرار می شود. آیا این رسالت بزرگ علمای دین اسلام نیست تا که
متوجه این موضوع شوند و برای مردم ما، برای مظلومین ما و برای ظالمین باید توصیه بدارند و از کلام و ارشادات پیامبر اسلام بیان کنند و جلو همچنان نابسامانی ها گرفته شود تا فردا روز قیامت این علمای کرام ما با گردن افراشته و روی سپید در برابر پیامبر خود بیستند. از شما تشکر میکنم که برای من یک دقیقه وقت دادن. سروده زیبای از مهدی سهیلی را برای شما برگزیدم که خدمتتان تقدیم میکنم و امیدوار هستم بتوانم با کمک خداوند از عهده خوانش این سروده زیبا چنان برایم که به شأن آن محبوب یگانه برابر باشد. طلوع محمد، زمین و آسمان مکه آن شب نور باران بود، زمین و آسمان مکه آن شب نور باران بود و موج عطر گل در پرنیان باد می پیچید. امید زندگی در جان موجودات می جوشید. هوا آغشته با عطر شفا بخش بهاران بود. شب مرموز و رؤیایی به شهر مکه مهد پاک جانان دختر مهتاب می خندید. شبانگه ساحت ام القرا در خواب می خندید. زباغ آسمان نیلگون صاف و مهتابی دمادم بر ستاره می شگفت و آسمان پولک نشان می شد. صدای حمد و تحلیل شباویزان خوش آهنگ به سوی کهکشان می شد. دل سیاره ها در آسمان حال تپیدن داشت و دست باغبان آفرینش در چنان حالت سر گل آفریدن داشت. شگفتی خانه ام القرا در انتظار رویداد بود. شب جهل و ستمکاری و امید طلوع بامداد بود. سراسر دستگاه آفرینش استراب داشت و نبض کائنات از انتظار دم به دم می زد. همه سیاره ها در گوش هم آهسته می گفتند که امشب نیمه شب خورشید می تابد. ز شرق آفرینش اختر امید میتابد. در آن حال آمنه در عالم سرگشتگی میدید با بام خانه اش بس آبشار نور میبارد و هر دم یک ستاره
در سرایش می چکد رنگین و نورانی. و از این قدرت نمایی ها نصیب او شگفتی بود و حیرانی. در آن دم مرغکی را دید با پرهای یاقوتی و منقار زمردفام که سویش پرکشید از بام و در صحن سرا پر زد و پرهای پرندین را با پهلوی زن درد آشنا سایید. بناگه درد او آرام شد آرام. با کوته هر لحظه گرداند سر را آمنه با حاله امید. تنش نیرو گرفت و در دلش نور خدا تابید. چو دید آن حاصل کون و مکان و لطف سرمت را دو چشمش برق زد تا دید رخشان چهره احمد را. شنید از هر کران عطر دلاویز محمد را. سپس بشنید این گفتار وحی‌آمیز: الا ای آمنه، ای مادر پیغمبر خاتم، سرایت خانه توحید ما باد و مشیت باد، سعادت همراه جان تو و جان محمد باد. بدو بخشیده ایم ای آمنه، ای مادر تقوا، صدای دلکش داوود و حب دانیال و عصمت یحیی. به فرزند تو بخشیدیم کردار خلیل و قول اسماعیل و حسن چهره یوسف، شکیب موسی عمران و زهد و عفت عیسی. بدو دادیم خلق آدم و نیروی نوح و طاعت یونس، وقار و سولت الیاس و صبر بی حد ایوب. بود فرزند تو یکتا، بود فرزند تو یکتا، بود دلبند تو محبوب. سراسر پاک سراپا خوب. دو گوش آمنه بر وحی ذات پاک سرمد بود، دو چشم آمنه در چشم رخشان محمد بود که ناگه دید روی دختران آسمانی را. به دست این یکی ابریق سیمین، در کف آن دیگر تشت زمرد بود. دگر حور پرند چون گل مهتاب در کف داشت. محمد را چو مروارید غلطان شست و شو دادند.
به نام پاک یزدان بوسه ها بر روی او دادند. سپس از آستین کردند بیرون دست قدرت را. ببخشید. سپس از آستین کردند بیرون دست قدرت را، زدند از سوی درگاه خداوندی میان شانه‌های حضرتش مهر نبوت را. سپس در پرنیانی نقرگون آرام پیچیدند و زانجا آسمانی دختران بر عرش کوچیدند. همان شب قصه پردازان ایرانی خبر دادند که آمد تک سوار در مداین سوی نوشیروان و شد و این نجم درخشان اختر فرزند عبدالله نوین پیغمبر پاک خداوند است و انسان کرامند است. یکی مرد عرب اما بیابانگرد و صحرایی قدم بگذاشت در ام القرا و این شعر را برخواند که ای یاران، مگر دیشب به خواب مرگ پیوستید؟ چه کس دید از شما آن روشنان آسمانی را؟ کی دید از مکیان آن مهتاب پرنیانی را؟ زمین و آسمان مکه دیشب نور باران بود، هوا آغشته با عطر شفا بخش بهاران بود، بیابان بود و تنهایی و من دیدم که از هر سو ستاره بر زمین ما فرود آمد. با چشم خیش دیدم ماه را از جای خود کندند. زهر سو در بیابان عطر مشک و بوی عود آمد. بیابان بود من اما چه مهتاب دلارای، بیابان بود من اما چه اخترهای زیبای. بیابان رازها دارد ولی در شهر آن اسرار پیدا نیست. بیابان نقشها دارد که در شهر آشکارا نیست. روانت شادمان بادا، کجایی ای عرب، ای ساربان پیر صحرایی؟ کجایی ای بیابان گرد روشن راه بطهایی؟ که اینک بر فراز چرخ یابی نام احمد را و در هر موج بینی اوج گلبانگ محمد را. محمد زنده و جاوید خواهد ماند. محمد تا ابد تا بنده چون خورشید خواهد ماند. یک صلوات محمدی. اللهم صل علی محمد و آل و اصحاب محمد.
بسیار زیاد تشکر از توجهتان. اگر وقت بیشتر شما را ضایع کرده باشم عذر میخواهیم. ممنون. تشکر. شعر بسیار زیبا خواندید. امیدوارم به برادران و خواهرانی که شعر میخوانند لطف میکنند از مقدمه جلوگیری کنند که وقت ما بسیار بسیار کم است. وقت نماز شام است و بعد از نماز شام نان آمده است. من از خواهران خواهش میکنم یک میز برای خواهران و یک میز برای برادر است. بعد از نماز شام لطفاً به میز نان بریم و نان صرف کنیم و بعد از او در خدمت شما هستیم. محمد زاید جان تماس از آن نماز شام. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح سرمایه خود در خدمتش گذاشت باز هم زن بود و اولین کسی که شهید اسلام شد زن بود. همین افتخار برای طبقه زن کفایت میکنند و دیگر لطف رب العالمین است که حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله میگن که از دنیای شما سه چیز برای من مورد پسند است که زن در بین دو زیبایی قرار میده: عدل، زن و نماز. پس این مقام ما زنها را نشان میده. آله از ادیب دانشمند، برادر بزرگوار و فاضل خود محترم حیرت صاحب تقاضا میکنیم که بیاین و نعتیه‌ای که دارن خدمت شما حضور گرامی پیشکش کنن. تشکر از این شیعه بولیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما همو یک مجلس بزرگ را میبینیم و ما همو یک سخن حضرت خواجه صاحب عبدالله انصار است که بزرگمرد میگه که الهی هم تو بیت بر خود میگردم که ما بادا آخر بچه نیستم و ما بزرگمردا را در این مجلس میبینیم. ما به خود توان از این نمیبینیم که ما خودم بلرزه هستم که چطور سخن به صلاح لب به سخن بکشایم. اما بازم توکل به خدا نموده به صلاح شروع میکنیم و بال و پر سخن را میبوشایم و لگام زبان و میدان سخن رها میسازیم و توکل به پروردگار گفته شروع میکنیم. یک نکته مقبول است در مورد کلید خزینه اسرار خلقت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از خواجه صاحب عبدالله انصار است. میگن در روی او نور رحمت، در چشم او نور عبرت، در زبان او نور حکمت، در میان شانه های او نور نبوت، در کف او نور سخاوت، در قدم او نور خدمت و در موی او نور جمال، در خوی او نور تواضع و در سینه او نور ضیا، در سر او نور صفا و در ذات او نور طاعت، در طاعت او نور توحید و در توحید او نور تحقیق، در تحقیق او نور توفیق،
در سکوت او نور تعظیم و در تعظیم او نور تسلیم. خلقتش نور بود و خلقش نور بود و نسبش نور، ولادتش نور بود و مشاهدتش نور، معاملتش نور و معجزاتش نور، و او خود در ذات خود نور حلا نور. حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری، آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. نترس از فرمان روای اقلیم سخن، حضرت ابوالمهانی بیدل عمدل، آنکه از بوی بهارش رنگ امکان ریختن، گرد راهش رو زد آثار حیان ریختن، شاهد بزم وصالش تا درد طرف نقاب، آرزوها شش جهت یک چشم حیران ریختن، پرده کیفیت مجنون او آمد بیاد، سینه چاکان هزل صحبت گریبان ریختن، آسمان دان چشم شعلا چشمک اندیشه کرد، از کواکب در کنارش نرگسستان ریختن، حیرت زد جوش دان نقش قدم در تب خواب، تا نظر واکد بر فرقش گلستان ریختن. بزرگار که آدم میبینه بادگاه وقت زبان آدم تطله میشه، از حضور معنی از بی پرده شد اسرار ذات، و ظهور جسم او آینه جان ریختن، نام او بردن و اسماء قدم آمد به حرف، از لب او دم زدن آیات قرآن ریختن، از جمالش صورت علم ازل بستن نقش، و از کمالش معنی تحقیق انسان ریختن، غیر ذاتش نیز به دل در خیال آباد سن، هرچی این بستن نقش و هر قدر آن ریختن. حضرت باخبان آفرینش کلید خزینه اسرار خلقت را دو کرامت داده بودند که هیچ یک از فرزندان آدم را نداده بودند، یکی آن که بزرگ همت بودند و دیگر آن که متواضع بودند. تشکر از توجه شما و از حوصله شما، در خدا یاری کند در کارها، بردمد از کارها گلزارها. تشکر. با تشکر و سپاس فراوان از برادر عالم و فاضل خود محترم حیرت صاحب، اوز دخل گراند ور عدیب او عالم و فاضل محترم زمریالای صاحب، عجی صاحب زمریالای نه خواهش کوچه تشریف راوری اخپل ناتیت آست و او روی محترم زمریالای صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. متدین و خوند و رون و پوطن مین و ازما گران و عزیزان، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ده محترم خور دکتر صاحب فخر نسا، او محترم رور دکتر صاحب شعیب مجددین، شما ته دعوت را کړی دی د زلل کومینه مننه کوم. وخت کم دی محترمه خور او رور، زمانه خواهش کړی دی چې د تفسیر نه تیر سم او خپل شعر ستاسو خدمت ته وړاندې کوم. فقط یو جمله وایم، حسن اصحابی دی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پخبل شیر کی وای چما پخبل سرگو داسی شایستو لکد حضرت پیغمبر صلی علیه و سلم شایستو پخبل سرگو ندلی دلی. دوهم شیر چهیت مور داسی زوی پا داسی شایستو ندی زوی کرده لکه حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. یوازی ده شایستو مطره بحث ندی، ده اخلاق، ده کروره، ده دیانت، ده فضیلت، او ده سلی رحم، او ده مقام او جلال هم ده شایستو ورده او به ایثار ده. ازما ده شیر عنوان ده سالار تا.
ای دمزی کی سر سالارا، ای دمزی کی سر سالارا، دو امت لوی بادارا. زپ وزر اوزارو کی التجا کرم رستگار تا، تو شفیه تو رفیه تو عظیم دلوی کردارا، تو احمد دلوی علای، تو احمد دلوی علای، من الشوی الغفار تا، تو حمید و خدای مخلوقیه، تو حمید و خدای مخلوقیه، تو شافی الرحمان تا، تو حکیم ده مسلمانیه، تو منلی یه ستار تا، انسانیت تا ستایلی، انسانیت تا ستایلی، جهالت تا رتلی، ستا میراسته گل جهان تا، تی قبول پا عظمتیه، پا قرآن ده کل اختیار تا، لار می ورکه، لار می ورکه، جان می هیر دی، تو محبوب دکردگاریه، تو نافید مومنانو، پا عمل او پا رفتار ته، افغان مرد توره دیاره ده، افغان ورد توره دیاره ده، ته هادیه دی کردار تا، ته حمیدیه العظیم تا، نازم شوی خپل مختار تا، اومتیان دی سوال گردی، اومدیان دی سوال گردی، تو واسی بندگان تا، تو ناسی لطف دی وکرا، نفراور دا ازرار تا، تو ناسی لطف دی وکرا، نفراور دا ازرار تا، دزمریالی عرض و نیاز دی، دزمریالی عرض و نیاز دی، دعاوکر زل جلال تا، دزمریالی عرض و نیاز دی، دعاوکر زل جلال تا، دامی هیل او امید دی، دامی هیل او امید دی، محمد زمیش سالار تا، دامی هیل او امید دی، محمد زمیش سالار تا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دیر گران ورور محترم عزیز الله زمریالی دی افغان کلتوری طولنی مشر نه دیر دیر مننه کهو چه پا دیر خوندوار شیر بانده زمیش رونه روشانه کرد. که گران خور محترمه نایجی جان قیومی تشریف لری پا دیر درانوائی دوی نهیله کوم چه که کولیشی استیج مغی تراسی او خپل اغناتیه چه دوی لاری لری زموش گرانو خویندو او رونو تای تقدیم کی. محترمه نایجی جان قیومی. ای نام تو راحت روانم، ذکر تو معید بیانم. حضار محترم با عرض سلام، من هم به نوبه خود مولود خجسته را به همه شما و همه مسلمانان جهان تهنیت می گویم. ایا رسول خدا پیشوا و رهبر ما، ز هر چی وصف تو گویم از آن تو پاکتری، چراغ راه هدایت
دلیل راه یقین با فیض دانش و تقوا و عدل دادگری تو مجمع حسناتی و نور خلق نیکو تو مجمع حسناتی و نور خلق نیکو تو بحر دانش و علمی و نفخه سحری امام انسی و جنی و بهتر از عالم دلیل راه یقینی و رهبر بشری فزون ز جلوه موسی و یوسف مصری برون ز وصف و بیانی و برتر از نظری فروغ ماه منیری و خاتم رسولی فروغ ماه منیری و خاتم رسولی نسیم صبح صفایی زمشک تازه تری نبی خالق یکتا شفیع روز جزا نبی خالق یکتا شفیع روز جزا چراغ راه حقیقت چو نور در بصری درود بر تو و بر اهل بیت پاکانت درود بر تو و بر اهل بیت پاکانت نگین خاتمی و پاکتر زهر گوهری ز شر فتنه دوران تو باش حامی ما ز شر فتنه دوران تو باش حامی ما به حق حق که دگر نیست روی ما بدری تشکر بسیار